عصر بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون خوب هستید و دوباره به درس های مرکز آموزشی ادامه میدیم. درس دوره سوم هستیم و درس 33 طبق قانون دوست از شامس خودت دوست بدار. معمولا وقتی از عشق و دوستی صحبت میکنیم، قبلا هم چند بار گفتم ولی همیشه در گوشتون بمونه این. وقتی از عشق و محبت صحبت میکنیم مثل اینکه خیال پرستی میکنیم، مثل اینکه روحمون مثل روحهای شاعر هست، ولی کابالیستا به این شکل نیستن اصلا و آدمایی هستن که واقعیت رو به شکلی میبینن که هست. عشق یعنی نسبت به دیگران، یعنی متدیه که احساس واقعیت در شخص رو تغییر میده. پس باید از نظر احساس واقعیت نگاه کنیم. پس طبیعت شخص همیشه نسبت به ویژگی های خودش واقعیت رو احساس میکنه. پس به خاطر این زندگیش کاوسه، هرج و مرجه، و به خاطر این ممکن نیست که بتونه خوشحال باشه، و به خاطر این زندگی با عشق فقط احساس میشه. یا با عشق خودم احساس میکنم، یا این دنیا رو زندگی میکنم، و یا نسبت به دیگران عشق رو احساس میکنم، اون وقت در واقعیت خدا میتونم در درون این احساس باشم. اگه در دو حالت، یعنی در دو حالت میشه واقعیت رو احساس کرد. پس انسان میخواد که با لذتهای خودش زندگی کنه و میمیره و میره، مثل درجه های حیوان، بیجان، گیاه، به این شکله. و انسان هم در نتیجه پنج حس داره و موجود حیوانی هست و از این روتین، برای اینکه بتونه از این لوپ خارج بشه، شخص باید به زندگی یا طبیعت رفتارش رو شبیه رفتار خدا بکنه. پس وقتی از عشق و محبت صحبت میکنیم، انسان ها یکم نمیدونم در کدوم عالم خیال هستن، از اونجا میبینن همه چیز رو. ولی اگه از نظر احساس واقعیت صحبت کنیم، از زندگی کردن شخص به شکل متفاوتی صحبت میکنیم اینجا. پس موضوع مهمی و جدی هستیم و احساس واقعیت یعنی موضوعی که به این ربط داره. طبق قانون دوستت را مثل خودت دوست بدار. تمام جزئیات 612 میتسوت یا فرمان در این قانون گنجانده شده. 612 میتسوت میگه. میتسوت یعنی ثواب. ثواب آدم های بیرون از این صحبت نمی کنه. 612 ثواب رو هم نمیتونی بشموری. بعض وقتا میپرسن که این 612 تا چیه؟ شخص وقتی در معنویات رشد میکنه، ویژگی هایی که در خودش افشا میکنه و اصلاح این ثواب حساب میشه. پس ثواب چیزی نیست که آدم ها در بیرون با دست و پاهاشون یا طرف جایشون انجام میدن. تغییر نتیجه تغییر شخصه، تغییر درونی شخصه. فرمان گفته میشه، فرمان خدا، یعنی خدا فقط یک فرمان داره، اون هم شخص آدم بشه. آدم بودن یعنی اصلاح خودم، درست کردن خودم. هر وقت خودم رو درست کردم، اون وقت یعنی ثواب کردم. پس در واجبات دین اصلا میبینید که ربطی نداره، این رو باید خیلی خوب بفهمید. 612 فرمان کل دیتیل هاش در این گنجانده شده، یعنی میگه که کل ثواب ها رو اگه جمع کنی فقط به یک ثواب میرسیم آخرش. کل ثواب ها جمعش یکی میشه آخرش، مساوی یک اصلاح، اون هم عشق انسان هست. اگه این رو حلش کنم به خدا، یعنی رسیدیم، این همه تموم شد. چیز دیگری لازم نیست که انجام بده شخص. به طوری که نیاکانمان گفتم، بقیه توضیحان است، برو و کار کن. یعنی میگه که بقیه دیتیل هستن. اگه انسان به عشق خدا رسیده، کشف کرده همه چیز رو، بقیهش یا الله برو. از اینجا از اونجا رو توش میندازه، مثل اینکه روشین هم.
demektir ki 612 emri yerine باب جاوردن getirilmiş 612 فرمان ما با قانون دوستت را دوست بدار و به دنبال آن عشق خالق پاداش خواهیم گرفت. یعنی اگه شخص به این متمرکز بشه، وقتی چیزا بیرون میاد اونا رو اصلاح میکنه و به هدف میرسه، کار دیگه ای نیست که بتونه انجام بده شخص. پس میگیم که همیشه برای اینکه شخص معنویت بتونه کار کنه، لازم نیست که باهوش باشه، لازمه که نقطه در قلب داشته باشه. همین کاری نیست که با عقلش انجام بده، عشق کاری که با قلب انجام میشه. پس بعضی وقتا آدم های بیرون نمیفهمن که ما با قلب صحبت کار میکنه، میگن که چی میگین شما؟ چون که آدم نمیرسه، عقلش نمیرسه و طبیعیه که عقلش نرسه به اینجور چیزا. هر کسی یک چیزی هست که عقلش به اون برسه. پس وقتی میگیم کار قلب، یعنی به احساسات، یعنی تغییراتی که در احساسات میفته و بعد تغییرات در احساسات اتفاق میفته، میبینید که مغزتون بیشتر کار میکنه. پس کسی که معنویات کار میکنه، رفته رفته باهوشتر میشه، مغزش شروع به بیشتر کار کردن میکنه، چون که طبیعت در طبیعت انسان واقعیت ها رو میبینه و اون وقت مغزمون شروع به کار کردن میکنه. بقیه ما بقیه از بره هست، چیز دیگه ای نیست. پس محبت دوستان به ما چه میدهد؟ نوشته شده که از آنجایی که هر کدام قدرت کمی در دوست داشتن دیگری دارند، یعنی فقط به طور بالقوه می توانند محبت دیگران را درک کنند. یادشان می آید که وقتی چند دوست دور هم جمع شدن و آن را تمرین کردن، تصمیم گرفتن به نفع خود از دوست داشتن خود دست بردارند. دوست داشتن دیگران اما در واقع شخص می بیند که نمی تواند ذره ای از لذت های اراده دریافت را به نفع دیگری کنار بگذارد. اینجا میگه به یاد می آورند، یعنی گروه باید به من نشون بده که برای چی اینجا هستیم، که مشخص بشه همیشه هدف. پس وقتی کار میکنیم، میبینیم که چقدر خودخواهیم، نمیخوایم، دلمون نمیخواد که کاری انجام بدیم برای کسی، و اینها چیزهایی هستن که باید بیرون بیاد. اینها رو اگه جمع کنیم، آخرش مثل یک قلک جمع میشه، همه جا همه چیز جمع میشه. پس شخص نسبت به عشق دوستان، تلاش کردنش، کار کردنش، کجا دوستش رو نمیتونه دوست داشته باشون رو باید نشون بده، چون که در زندگی همیشه میگیم که دو شرایط ضد باید مقابل هم باشن. پس وقتی مسیرم به سمت عشق، جاهایی که در اون عشق ندارم، محبت ندارم، باید افشا بشه که نسبت به اون بتونم کار انجام بدم. پس چپ راست، چپ راست. پس محبت دوستان به ما چی میگه؟ میگه که هیچ قدرتی نداریم که دیگران رو بتونیم دوست داشته باشیم، فقط نقطه در قلب داریم، اون هم یک عمله، اون هم ایگویستیه. نقطه در قلبم به احسان کردن اینا میل نداره. اون میگه که اگه منو راضی کنی، این کار میتونه اتفاق بیفته. نقطه در قلب به این شکل کار میکنه، دنبال چیزای جدیدی هم، میدونی، به این شکله. شاید این چیز بدی نباشه، اون هم لازم داره که راضیش کنی. پس نقطه در قلب در میان کل آرزوها، اون هم یک آرزو هست. ولی به معنویات برای اینکه عمل داره، یک نقطه کوچکه، چون که بقیه آرزوهامون اگویستیه و فقط میخوایم برای خودمون کاری انجام بدیم. و به خاطر این یک گروه دوست که میگه، یعنی یک گروه کسهایی که نقطه در قلب دارن، اگه به گروه چیزای دنیاویشون رو بیرون بگذارند و به گروه نقطه در قلبشون رو بیارند، اون وقت فرصت این رو دارن، پتانسیل این رو دارن که نقطه در قلبم رو بزرگ کنن. ولی باید زندگی دنیاوی رو بیرون بگذاریم، مثل فیلم های کوبوی. وقتی وارد میشی سالن، خرت رو، الاغت رو بیرون میبندی، میگه که با الاغ نمیتونی وارد اینجا بشی. گروه هم باید به این شکل باشه، فقط در درونمون اون پتانسیلی که انسان گفته میشه، با اون باید به گروه بیام، به گروه باید با اون بیام فقط. به خاطر این با همدیگه اگه به یک جا بیایم برای یک هدف مشترک، که از اونجا به عشق انسان برسیم و از اونجا به عشق خدا و برای به دست آوردن آگاهی بالایی، اون وقت
potansiyel olarak gerçekleştirebileceğim yek birkaç evren muhiti دارم که بتونم اونجا این کار رو انجام بدم. و با کار کردن هم میگه که این رو باید به همدیگه یادآوری کنیم، چون که هیچ کس نسبت به طبیعتش برای کسی دیگه نمیخواد کاری انجام بده هیچ وقت. اگه سوالی بود به من خبر بدید. Ancak diğerlerini sevmeyi başarmaları gerektiğine hem fikir olan birkaç kişi bir araya gelerek با این حال همه آنها قاطی هم می birbirlerini شوند. زمانی که چند نفر که موافق هستند باید موفق شوند، همدیگر را دوست داشته باشند. قانون مهمی این، اینها خیلی مهمه. اینها رو باید از اینجا بگیریم برای کارمون. برای هم فکر، یعنی باید همه هم فکر باشند که دیگران رو دوست داشته باشند. گروه فقط یک هدف داریم، هدف مشترک و چیز دیگری به ما ربطی نداره. این گروه باید متشکل از چنین آدمایی باشه. مرد، زن، تنها هدفمون اینه. و با به یک جا اومدن همدیگر را جلوی دیگران خونسا میکنه، یعنی ایگوم رو باید پایین بکشم. ابطال کردن خودم، خونسا کردن خودم، یعنی خواست گرفتن برای خودم رو همیشه ابطال میکنم. یعنی دیگران همیشه مهمتر از من هستند، چون که طبیعتمون همیشه به خودمون اهمیت میده. پس چگونه میتونم از عهده این بر بیام؟ فقط یک گروهی داشته باشم که ازش قدرت بگیرم. در زندگی از عهده سختی ها چگونه بر بیایم؟ اکیب خوبی داشته باشیم. اگه رو تأثیر خوبی دارن میگیم که اوکی، حلش میکنن همه چیز رو. در زندگی شغلی هم به این شکله. اگه یک گروه، اکیپ خوبی داشته باشی خوبه، اگه گروهت بد باشه نمیشه. به خاطر این هر کسی باید هم فکر باشه اینجا. هر کس برای خودش آرزوی گرفتن لذت رو به دوست، جلوی دوستان خونسا میکنه و به این شکل هم به هم مخلوط میشن. یعنی همه اگه خودمون رو، خواست گرفتن رو جلوی دیگران خونسا کنیم، میتونیم به همدیگه نزدیک بشیم، چون که در این دنیا چیزی که انسانها رو از هم جدا میکنه چیه؟ ایگوهاشون هستن. آرزوی گرفتن لذت برای خودشون، این انسانها رو از هم جدا میکنه. ولی اگه تصمیم بگیریم که همدیگه خودمون رو خونسا کنیم، به این شکل با هم مخلوط میشیم و آگاهی بالایی رو میتونیم به دست بیاریم و اون وقت میتونه سرعتمون بیشتر باشه. و سپس هر یک میتوانند عشق دیگران رو به طور کامل برآورده کنند. در کار به چیز دیگری نیاز نداریم. برای خودمون آرزوی گرفتن لذت رو خونسا کردن و اهمیت احسان کردن رو بیشتر کردن، به غیر از اینا کار دیگری نداریم. بنابراین جزئیات 612 که در مورد حفظ قاعده عشق به دوستان گفتیم به ما چه میدهد؟ در واقعیت میبینیم که بین سکولارها نیز عشق به دوست وجود دارد. آنها همچنین در محیطهای مختلف گرد هم میآیند تا محبت دوستان را داشته باشند. پس فرق دینی و سکولار و لایک چیست؟ این هم یک سوال خوبیه. بعضی وقت آدم ها میگن آیا با دوستای بیرون دوستی نکنیم دیگه؟ میپرسن این رو. آدم های بیرون به من میگی که آیا اونا دوستمون نیستن؟ با اونا باید چیکار کنیم؟ آدم های دنیاوی، علامت سوال. همیشه چی میگم؟ زندگی دنیاوی رو با زندگی دنیاوی، زندگی معنوی رو با زندگی معنوی، دوتاش رو با هم قاطی نکنید. هر چقدر قاطی کنید اون همه مشکل با مشکل مواجه میشید. پس معنویات فقط جایی که همه هم فکرند و فقط از عشق انسان و از عشق انسان و میخوام به عشق خدا برسن، در میان اینها میتونیم کار کنیم. با آدمای دیگه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. فقط آدمایی باید باشن که هم فکریم در این مورد. در مزمور آیه میگوید او بر صندلی بدبین مسخره کننده ننشست. ما باید ممنوعیتش صندلی بدبین را درک کنیم. اگر شخص تهمت میزند یا کلمات پوچ میگوید، پس ممنوعیت به دلیل صندلی بدبین نیست. پس صندلی بدبین به ما چه میدهد؟ این میبینید که اصلا مشخص نیست که چی میگه. یک چیز ساده میگه، توصیه ساده میگه که دوست عزیز،
میخوای اگه یه چیز رو به دست بیاری با آدم هایی باش که بتونی باشون رو به دست بیاری. توصیهش اینه. چون اگه در یک موضوعی جدی هستم و آدمایی که از اون مورد دورند و باهات شوخی میکنند سر به سرت میذارن در این مورد، با اونها نمیتونی کار کنی این رو، چون که اونها تو رو ضعیف میکنند. در زندگی دنیوی هم به این شکله. یکی اومد وقتی گفت که کاری نمیتونی انجام بدی، باید خارجش کنی. نمیشه دوست عزیز، اینو به این شکل، نه به این شکل انجام نده. یعنی به نسبت به فکر آدم نمیرم اونجا، چون اگه میخوام کاری انجام بدم به دست بیارم، تموم شد دیگه. یعنی زندگی کوتاهه و زمانمون رو معنی نداره که به پوچی بدیم بره. معنی دیگه ای نداره در این مزمور. آدمایی که موضوع رو قضاوت میکنن و یا کار ما رو عجیب غریب میبینن، لازم نیست که از اون آدم ها تأثیر بگیرم بر روی خودم. اونا رو به کنار میگذارم، تموم شد. شرایطین دوستای بیرونتون رو نمیگم که قطع رابطه کنید، بیرون بندازید. نه، آدمای بیرون رو نسبت به زندگی بیرون رابطه برقرار میکنیم. بیرین غذا، نمیدونم هر کاری میخواید انجام بدید، با هم چی کار میکنن، شما هم میرن این ور اون ور، دیگه کار دیگه ای ندارن. یا میری کافه و یا در بار هستی و یا این ور اون ور راکی ماهی میخوره. زندگیشون هم چیز بزرگی نداره. از زندگی دنیاوی هم میبینم یه چند تا کار انجام میدن بعد دلشون میگیره. پس کم کم در زندگی همه رو دیگه خسته میکنه از همه چیز. هیچ کس از هیچ چیز نمیتونه دیگه لذتی بگیره و کم کم کل انسان ها میبینن که زندگی دیگه زبال است. چند سال داریم به این، ولی زندگی همه رو به اون نقطه میرسونه. به خاطر این هیچ مشکلی نیست. آدمایی که گوششون الان نشنوه بعد با کتک میخوره. پس میگن که عذاب آدم رو نرم میکنه. اگه کار رو میخواد شخص انجام بده دوست، اگه انجام نمیده دوست نیست. نمیگیم که رفیق نیست یا آدم بده، نه، میگیم که فرق هست میانشون. آدمایی هست که کار انجام میدن، کار انجام نمیدن. من هم در زندگی دنیوی دوستای زیادی دارم، ولی معنویا کار نمی کنن. من گروه خودم رو دارم، مثل خانواده من. ولی آدمای بیرون که میشناسم مش مثل آدمای بیرون. در واقع یعنی هنگامی که چند نفر به قصد کمک به دوست خود برای بهبود وضعیت مالی خود با هدف رسیدن به عشق یک دوست دور هم جمع می شوند، هر یک امیدوارند که جلسات بیشتری به نفع گروه و بهبود وضعیت مالی آن باشد. در بیرون به این شکلی، اگه به اینجا برم شاید میتونیم کاری انجام بدیم، رابطه برقرار کنیم، نمیدونیم. ما اینو نمیخوام، چون یعنی مینیمال، هر چقدر پول داشته باشون همه مشکل داری، یعنی همه زندگیش مینیماله. پس نمیتونیم در اون گروه باشیم ما به شکلی که در بیرون هست. پس معنویات رو کسی که کار میکنه و نمیکنه فرق وجود داره در میانشون. منفعت متریال، منفعت معنوی. گروه ما هم منفعت وجود داره. برای منفعت یک جا اومدیم، ولی برای هدف آفرینش منفعتمون. یعنی چی؟ یعنی من منفعت خودم رو پایین میارم و فقط برای منفعت دوستان به اونها کمک میکنم و رسیدن به اون شرایط منفعت من. فهمیدید منظورم رو؟ انشالله که فهمیدید. یعنی منفعت ما اینه که بدون منفعت باشیم، بتونیم بدون منفعت باشیم، چون که این شخص رو آزاد میکنه و به این وجه هیچ کسی به کس دیگه ای وابسته نمیشه. یعنی فقط میگه که خدا دارم، رد میشه، آزاد میشه. پس آدمای بیرون
معمولا برای متریالیزم به یک جامعه میگه که میتونید ببینید این دو مثالش رو. از زندگی معلومه، مشخصه، وقتی به بیرون نگاه میکنی لازم نیست که چیزی بگی. به هر حال هر کسی بعد از همه جلسات حساب میکنند و میبینند که از این جامعه چه چیزی برای خود بسندی گرفتن، چه اراده ای با آن به دست آوردن، زیرا وقت تلاش خود را صرف منافع جامعه کردند. پس با این چه چیزی به دست آوردند؟ اگر فرد حداقل بخشی از تلاش خود را به نفع خود انجام میداد، احتمالا موفق تر میشد. اما اکنون او میگوید من به یک جامعه پیوستم، زیرا فکر میکردم که به لطف او میتوانم بیشتر از آنچه که میتوانم درآمد کسب کنم، اما اکنون میبینم که چیزی به دست نیاوردم. پس منفعت اگه متریالیستی باشه، شخص از این گروه میبینه که هیچ نمیتونه بگیره، چون با هم کار انجام نمیدیم، کار دنیوی تجارت نمی کنیم، یعنی کفیل نمیشیم به هم دیگه، چنین چیزایی نداریم در گروه. فقط گروه معنویات کار میکنن و گروه فقط یک هدف دارونم، رسیدن به هدف آفرینش، بقیهش سرنوشت خدا و چیزی هم نیست که شکایت کنیم در موردش. به شکلی که میبینید زندگیمون ساده است. سپس فرد از این کار پشیمان می شود و می گوید بهتر بود به جای تلف کردن وقتم در گروه از نیروی اندکم استفاده می کردم، با این حال حالا که وقتم را صرف آنها کردم تا از طریق گروه بیشتر به دست بیاورم، در نهایت متوجه شدم که نه تنها چیزی به دست نیاوردم، بلکه آنچه را که به تنهایی می توانستم به دست بیارم رو از دست هم دادم. اگه شخص برای منفعت متریال اینجاست، یعنی آخرین فهمی که بهش میرسه اینه. اگه با هم ولی معنویات کار کنیم، اون وقت همه منفعت داریم، همه چی کار میکنن، مثل اینکه همه درآمدش رو در میارن و هر کسی اونجا احتیاجش رو بر میداره. مثلا شبیه به این، وقتی کسی میگوید که باید در راه محبت دوستان، بخشش و منفعت به دیگران کار کرد، همه میخندند و او را مسخره میکنند. این برای آنها نوعی شوخی به نظر میرسد. ببین، ما اینها رو خیلی دیدیم و حالا زندگی وقتی آدم رو کتک بزنه، لازمه اینکه اهمیت مهمه به هم رفتار خوبی داشته باشه. ما آدم ها وقت بعد از اینکه کتک خوردن میفهمه اینا رو، و اینجا جایگاه سکولار هاست، یعنی دنیوی ها. یکم پیش در بیرون وقتی میگفت شوخی میکنن، مسخره میکنن، اینه گفته شده وقتی ولی گناه برای همه شرم‌آور است و هر چه میکنند برای خود میکنند. چنین جامعه ای فرد را از امر مقدس جدا میکند و او را به دنیای تمسخر میاندازد. این ممنوعیت صندلی آدمی هست که تمسخر میکنه، یعنی هدف رو محکم نگرفته و با این آدم ها به یک جا نیاید. اینو میگه شخص در نهایت چیه؟ نتیجه محیطشه، محصول محیط. هر چقدر این رو بهتر بفهمیم خوبه. با کی دوستی میکنم؟ معلوم نیست که چی میشم. من نتیجه تأثیر اونها هستم. پس در اطراف آدم های خوب باشه اگه زندگیم خوبه، خوب میشه، یعنی مشکلش کم میشه، کمش میدونیم که چی کار میکنیم، چی کار خواهیم کرد. مشکلاتمون وقتی بیرون میاد، اون وقت نسبت به هدف میتونیم حلش کنیم و لازم نیست که برای اگوهای مسخره با هم جنگ کنیم. اگو باید بیرون بیاد. اگه اگوها با هم برخورد نکنن، اون وقت نمیفهمن باید چی رو درست کنن. پس افشای بدی در ما خیلی مهمه، یعنی این کمک خدا گفته میشه به شخص. اگه همه نسبت به هدف باشون، وقت چاره پیدا میکنی، مشکل مشخص میشه و میتونیم حلش کنیم. ولی با آدم های بیرون نمیتونیم حلش کنیم. همه بیرون چون که حق دارن، همه طرف حق هم بیرون و همه از نظر خودش حق داره. پس هر کسی یک جای داره که گناه رو بندازه سر دیگران و به این میگه که این حق داره، به اون یکی میگه، اون گوش میکنه این رو میگه اون حق داره. در معنویات حق در هیچ کسی نیست. تا وقتی که در درون کار اگومون وجود داره، حق
طرف ما نیست. ولی اگه بخوایم از این خارج بشیم، اون وقت با تمام تفاوت‌هامون میتونیم با هم رابطه برقرار کنیم، چون در پشت این یک فهم وجود داره. فهم اضافه می‌کنیم. اجداد ما در این باره می‌گویند گناهکاران را پراکنده کنید، برای آنها و برای دنیا بهتر است. به عبارت دیگر بهتر است وجود نداشته باشند، اما برای نیکوکاران برعکس است. نیکوکاران یا صالحان را جمع کنید، برای آنها و برای دنیا بهتر است. این فقط یک چیزه. ما قدرت این رو نداریم که جمع کنیم، نمیدونم پراکنده کنیم. مهمترین چیز اینه که برای ما بتونیم محیط خودمون رو قوی کنیم. این برای ما باید مهم باشه که با هم دیگر هر چقدر نقطه در قلب خودمون رو قوی کنیم با هم دیگه، اون وقت مهمترین چیز برای ما این میشه و اون وقت با مال دنیا نه، با معنویات سر و کله میزنیم و مهمترینش هم اینه. فضیلت به چه معناست؟ آنها کسانی هستند که میخواهند قانون دوستت را مثل خودت دوست بدار را به کار میگیرند. با فضیلت یعنی این نه که دنیا رو میدونم، پروفسورم، تاریخ میدونم، این فضیلت یا بزرگی نیست. فضیلت یعنی به هدف آفرینش وارد شدن و در درون هدف زندگی میکنن. یعنی فضیلت اون یکی فضیلت نیست، اون اطلاعات فقط. کسی که آرزو داشته باشه میشینه میخونه و یاد میگیره، مشکلی نیست. اون آدم رو با فضیلت نمیکنه. در دنیا آدمای خیلی پیدا میکنید که دیپلم همه چیز رو دارن و به شکلی که میبینید نتونستن کاری انجام بدن. مگه نه؟ پس میبینیم که اتفاق اگه دیپلم هم داشته باشه یا نداشته باشه هیچ کسی نمیتونه کاری انجام بده. با هم به این نقطه رسیدیم همگی. پس در کل کشورهای دنیا همش همشون شرایطش بده. اگه دقت کنید از اکونومی اینا صحبت میکنیم بعضی وقتا، ولی این سقوط جمعیه. ما در نسلی هستیم که لازمه این رو میبینیم که باید انسانها دیگه پیشرفت کنن، یعنی زندگی قبلی رو دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. به خاطر این به صورت جمعی، اجتماعی، به شکل سازه‌ای، فردی، جمعی، یعنی تخریب به این شکل میشه. و در جامعه ها هم میبینیم که در دنیا هم میبینیم، کل دنیا میبینیم اینا رو، سقوط به این شکل خواهد بود. تنها قصد آنها این است که از عشق به خود بیرون بیایند و ماهیت دوست داشتن یکدیگر را به خود بگیرند. این قانون رو با پیشرفت کردن وقتی از اون بالا به پایین میفته اون وقت خواهند فهمید که این قانون رو میفهمند اون وقت، یا این قانون رو با کار کردن میفهمم، یا زندگی واقعا ما رو از عذاب به عذاب وارد میکنه، چون که مجبوریم بفهمیم که انسان اگه با دیگران رابطه خوبی نداشته باشه نمیتونه زنده بمونه، ممکن نیست. و ما حالا در زمان اون نسل هستیم، باید بفهمیم که هیچ به هیچ کس نمیتونیم اعتماد کنیم. به دوستانم نمیدونم، نه به شریکای شغلی، به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم. تنها هستم، مثل اینکه در اطرافم هزاران نفر وجود داره ولی خودم رو یعنی تنها احساس میکنم. انسان ها به نقطه میرسند و خواهیم فهمید که با دیگران اگه رابطه نداشته باشم ممکن نیست که بتونم زنده بمونم یا زندگی کنم، ممکن نیست. به خاطر این انسان ها راهی که میرند بعد از این اینه، و به این خاطر با یک جا اومدن، از هم نگهداری کردن، فکر کردن به هم دیگه، انسان ها که اینها رو رد می کنن و جا هم دارن که یعنی خدا کارشو تموم نکرده فعلا، کم کم اذیت می کنه و با رشد کردن و از سقوط به سقوط رسیدن اون وقت می فهمن که همه به هم وصلیم.
چند اتفاق در دنیا اتفاق میفته، ولی انسان ها متاسفانه اون درس رو، معنا رو نمیتونن در بیارن. یعنی اون قسمت خودمون رو نمیتونیم بگیریم از داستان. در کووید که نتونستیم بگیریم، در جنگ روسیه اوکراین هم نگرفتیم، الان هم نمیتونیم بگیریم. در پیش روی ما به شکلی که میبینید عذابها وجود داره. برای اینکه نتونستیم بگیریم، بیشتر و بیشتر دنیا از هم میپاشه و ve bu yerine getirilmesi gereken به bir این emir شکل. olsa ve kişi kendini onu yerine getirmeye zorlasa و da اگرچه این امری است که dediğim باید gibi انجام kendini شود و باشه انسان خود را مجبور به انجام آن می ایسا کند، از آنجا که عشق همچنان چیزی است که به دل داده می شود، اما دل با ذات خود با موافق نیست، پس چه کاری می توان انجام داد تا عشق ورزیدن به دیگران به قلب یا دل برسد؟ این رو باید انجام بدیم، ولی از طرفی ضد طبیعت ما هست. باید چه کار انجام بدیم؟ اینجا در دیلما هستیم، یعنی دو دلی. پس میگه که 612 فرمان به خاطر این داده شده. آنها قدرت ایجاد احساس در قلب دارند، با این حال از آنجایی که این برخلاف طبیعت ماست، احساس بسیار کوچکی است که به توان عشق دوستان را برآورده کرد، حتی اگر به آن نیاز داشته باشند. بنابراین اکنون باید در مورد نحوه اعمال آن به طور واقعی به دنبال مشاوره باشید. پس هر کسی باید بفهمه که همه ضعیفیم. در کار ما قهرمان وجود ندارد. همه ضعیفیم. در مقابل خواست گرفتن قدرت نداریم اصلا هیچ کدوم. توصیه افزایش نیرو در قاعده دوستت را دوست بدار، عشق دوستان است، محبت دوستان است. اگه به هم وصل بشیم برای به دست آوردن چیزی، روز خوب، روز بد، دوست روز بد باشیم، دوست روز خوب باشیم، اون وقت شانس داریم. چون به هر نفعی اگه نداشته باشیم چیزی هم، اون وقت میتونیم از اونجا رها بشیم اگه با هم باشیم. و این برای کشورها هم به این شکله. در سختترین شرایط ها هم اگه به یک جا بیان، قدرتی نیست که اونها رو از هم بپاشونه، چون قدرت قانون طبیعت، این قانون طبیعت. اگه همه در مقابل دوستش خودش را ابطال کند و با آنها مطبوط بشود، جایی که تمام اجزای کوچکی که میخواهند دیگران را دوست داشته باشند در یک نیروی جمعی چند بخش متحد میشوند، و وقتی این قدرت را شخص داشته باشد میتواند عشق دیگران را درک کند. مهمترین نقطه کار اینه. بخونیم دوباره. اگر هر کسی در خود را در مقابل دوستش خونسا کند و با او در آمیزد، تبدیل به یک توده می شود، جایی که تمام اجزای کوچکی که میخواهند دیگران رو دوست داشته باشند در یک نیروی جمعی چند بخشی متحد می شوند، و وقتی این قدرت را داشته باشند می توانند محبت دیگران رو درک کنند. پس شخص وقتی با دوستان اتحاد پیدا میکنه، قدرت کل گروه رو بر روی خودش میگیره. مثل اینکه ولترام بود، بچه بودیم. این شبیه بود. اگه ولتران رو تشکیل بدیم قوی میشیم. به شکل دیگر، اگه اون قسمت ها رفت، مثلا دست رفت، پا رفت، به این شکل میشه. به خاطر این، دوستان اگه به یک جا بیان و با هم کامل بشن، صاحب قدرت کل گروه میشن، و اون قدرت گروه، قدرت جمعی شخص رو پیشرفت میده. شخص هر وقتی از اونجا بیفته، وقتی افتاد سقوط کرد، یعنی قدرتی که از اونجا گرفتم رو از دست دادم. پس سقوط یعنی چی؟ باید خوب بفهمیم. شخص وقتی سقوط میکنه، یعنی سنگینی هست که بر روش میاد، و دلیل این که نمیتونه از عهده این بیاد، برای اینکه با گروه ادغام نشده و یا کارهایی که انجام باید میداد رو نداده. همیشه میگم شخص در جایی که باید باشه اینجاست، ولی اگه اینجا باشه مجبوره که هولش بدن. به این شکل بچه ها رو هم به این شکل بزرگ میکنی.
باید به گلمسی لازم جای هست که مشخصی آرامش بیاد داشته دیگه با باشه. هم کلاسیاش مثلا برای اینکه پیشرفت کنه. O yüzden پس kişiye سنگینی که malum شخص bir şey به bulmak شخص için میاد اگه çaba از sarf محیط eder. استفاده کنه قدم به قدم میتونه از اون رها بشه. Ve sonra kişi وان yaratıcı گاه می düşünce توان به عشق yapıyor. خالق رسید، اما Bazen شرط آن kalbinin است diğerlerindeki که هر یک mutluluklar قبل از دیگری خود را kişinin ابطال کنند. sorunları اما وقتی ama انسان دوستunun دوستش را ترک رابطه می کند نمی تواند سهمی را که باید از yani دوستش kişi را almaz. داشته باشد. Eğer onlarla یعنی اگر از دوستان uzaklaşırsam جدا بشم sonrasında نسبت به yapacağım هدف işler نمیتونم قدرت بگیرم. bu şekilde. در گروه هم Hatta بعضی وقتا maneviyat دوستان جدا میشن میبینه. در maneviyat اطراف etrafı معنویات یک oluşturur. کمی ور اون ور Ondan میچرخه و sonra بعد کم کم yavaş yavaş değer bulur orada. گم Ya میشه da و یا yavaş yavaş دشمن ما میشه. ikisinden از birisi. این دوتا یکی میشه. Güzel همیشه bir şey olursan antiş de یک olursun. چیزی باید باشه، آنتیشم یعنی ضدشم باید باشه. اینو خوب Kullanmak بفهمید. در زندگی lazım. هر چی Varsa هست ضدش antisi olur. باید باشه. به شکل دیگر Kimyayla نمیتونیم değişir. پیشرفت کنیم. Bu nedenle herkes dostuna kıyasla بنابراین همه باید بگویند که در dürüst. مقابل دوستشان هیچ هستند. اینو باید به Tanımıyorsan خودمون بگیم. باید به iyi اون olduğunu نقطه egemen برسم و lazım. به Ne خودم هم kadar بگم که söyleyeyim. من مقابل دوستان Her هیچم. zaman در dostlarımın مقایسه با yanında دوستان هیچم ben. hiçim. چرا میگه Neden هیچ؟ hiç diyor bize. Ego تمام bir şey değil mi البته sanki? که چیزی Ama هستیم ولی اگوم egom وقتی که اگوم olduğu zaman هست در maneviyatın معنویات یک هیچ hakimiyeti. هستم. در معنویات برای Maneviyatın اینکه var وجود olabilmek داشته için باشم من باید benim هیç hiç باشم olmam lazım. و دوستان باید Dostların مهم hiç باشن. olmaması lazım. در دنیای Dünyanın ما önemli اگه olduğu میخوای şey چیزی benim için. باشی Herkesin همه önemli. Siz benim için مهم önemli نیستن، من olursunuz. مهمم. Öyle değil mi? برعکسش Tam اینجا tersi. به O خاطر yüzden این شخص kişinin وقتی dostu ego olduğunu داشته sürece باشه همیشه kendini خودش رو görür. Doğal olarak da sonra ilerlediğinizi de باید göreceksiniz. کوچک ببینه. Ha şöyle اون düşünmüş, وقت میگه که şöyle مثلا düşünmüş. اینو فکر کرده بودم چقدر Ben بد، ne kadar چه تفکر iğrençim بدی داştım vesaire. Kendi ve içimizde بعد yaşadığımız میفهمیم yerde چیزایی که kendimizi زندگی کردیم رو. gördüklerimizden. این با Tecrübe تجربه ediyoruz. بزرگ شدنه. Bu sayıları این yazmaya benzer. Önce bir şبیه sonra به sıfır yazarsan نوشتن اعداد sayıların است. اگر hepsi یک sıfır سپس olan صفر kopya değil. بنویسید این دو Hepsi با birer هم sıfır. ده برابر Bir بزرگ از sıfır یک هستند. وقتی دو صفر را diğer می نویسید numarayı صد eğer برابر dostun bir بیشتر. به numaraysa عبارت دیگر sıfır اگر olduğunu دوست یک fark عدد edersen باشد و صفر به kendi دنبال dostu آن olan باشد فرد kopya ده değil. برابر بیشتر از دوستش دریافت Eğer می کند dostuna و kıyasla اگر hiç بگوید sıfır نسبت olduğunu به دوستش söylerse دو برابر صفر o دارد 100 kat daha صد fazla برابر از دوستش می گیرد. و gerçek واقعا به olmakta. این شکل شخص Kişi zaten düşünelim. به صورت Mantıklı منطقی bir فکر şey bu کنیم. konsept olarak. Ma Biz zaten herhangi birimizi aldığımız zaman şu anda tüm hayatımızın نتیجه sonu زندگی neyse یعنی onu هر چی düşünüyoruz. گرفتیم تا حالا نتیجه Neyse زندگیمون هستیم. kalbimiz yok içinde شرایطی bulunduğumuz که için درش neyse bir boyutu هستیم اون olan bir هستیم adam. ما. Dolayısıyla پس benim ما değerlerimi egomu devreye sokmadan entegre olmam onlardan daha çok اگه alabilmem اگوم رو وارد نکنم به gerekiyor. کار اینو نشون میده که Eğer egom از olursa اونها بیشتر میگیرم. sorunlu چون اگه olacağım. ego داشته باشم از اونها نمیتونم Kendi چیزی بگیرم. birbirlerine ببینید söylemek, آدم ها ayak میخوان üstünde çalışmak که fikri هم aslında فکرشون رو onların اهمال hayatta کنن به önemli دیگران. başkasının fikirlerini dinleyen kişidir. باید اول گوش بدم. یعنی خنثی Dünya کنم خودم رو. gibi چون که olmak معلومه değildi bence. Olan ne düşünüyor? معلومه که فکر من چیه. پس O yüzden اگه kişiye دهنم رو bağlıysam, ببندم و از بیرون dışarıdan بگیرم bağlıysam, اون وقت zaten به onun خودم çıkar hakkında میکنم. اضافه میکنم. etkilemiş oluyorum, değil mi? چون Çünkü bende چیزی که olmayan, در من bende نیست olan bir و şeyi absorbe در etmiş او oluyorum. هست رو O yüzden ne yapmış oldum? Dünyevi در hayatımda zindagi gözümü dunyavi hem kapadım, dinledim. dehanam ro Şimdi bastam aldığımla hoş birlikte geldim ve bende olmayan bir şeyle daha fazla bir o ben çizi ortaya ki çıkıyor. der Aynı men nabud mantık. yani ezafe şut be men O yüzden mantığı ikiye kavram pas olarak ayge in ro be in şekil kişi ne kadar fake çok konim dostunu şahs her kıyasla çağat be kullanırsa dostanış kullansın, bişter kendisini hodeş ro kullanmıyor çoloy dostan khonsa kullanmıyor kone olan ویژگی niteliğini هایی که در yaratıp خودش نیست از düşüncemize دیگران alabilir. میتونه مثل اسفنجون ها Eğer رو به خودش بکشه. maneviyata odaklandıysak اگه ما o zaman متمرکز به sosyalizm معنویات باشیم egomuzu اون وقت ایگویی yaratacağım که diye پسیبش dostlardan کردم aldığım hissi ویژگی kendimi هایی böyle که از دوستم ortada bulup گرفتم رو kaybetmiyorum. میتونم میتونم ویژگی ها رو از Bu دوستم çoğu بگیرم. zaman diyorum ya hep ما doğal نسبت به kurallar diye قوانین düşünüyoruz. طبیعت کار Düşünce میکنیم. اگه dünyanın بررسی içinde کنیم کار منطقی هست. tamam, از dışarıdan بیرون bakarsak اگه غیر aslında منطقی dünyevi بیاد hayatımızda hep kökten bakmak میخوام که zorundayız. همیشه رابطه ریشه و شاخه Özellikle رو bu بگم dışarıdaki که اینجا فرقی hayatın وجود نداره. فقط رفتار yaklaşımı به farklı. زندگی متفاوته. ما فقط Biz sadece در olaylara معنویات hayatta algı değil, احساسمون رو عوض میکنیم. yaklaşımı رفتارمون رو عوض değiştiriyoruz. میکنیم. Çünkü اگه yaklaşım رفتار رو değişiyor, عوض hayatta کنم زندگی رو hissedişim, anlayışım değişiyor. به Ve شکل olayları متفاوت farklı احساس görüyoruz. میکنم یعنی.
در اول درس هم گفتیم زندگی رو با دشک میتونی ببینی، یا از خودم و یا از دیگران. اما اگر برعکس باشد و او بگوید دوستش صفر است و او یک است، 10 برابر کمتر از دوستش است، 1/10. و اگر بگوید یک است و 2 دوست دارد که نسبت به او صفر هستند، آن شخص 100 برابر کمتر از آنها محسوب می شود. پس 1/100. بنابراین سطح فرد با توجه به تعداد صفرهایی که از متحدان خود دریافت می کند کاهش می یابد. هرچقدر دوستدار و مهم ببینم، اون همه من بزرگ. هرچقدر اونها رو در پایین ببینم، اون همه من پستم. فهمیدید این رو؟ این در طبیعت هم به این شکل. دوستان، یک آدم عاقل پدرم میگفت که کم حرف بزن، زیاد گوش بده. کسی که زیاد صحبت میکنه دروغش زیاده. تو بشین و گوش بده، و وقتی گوش میدی اون وقت میبینی که از دیگران میتونی چیزهای زیادی یاد بگیری. در زندگی شغلی هم به این شکله. پس مهمترین چیز اینه که چیزی که خودم میدونم رو ابطال میکنم، خونسا میکنم و حالا از خودم یک من جدید میسازم. یک من جدید میشه. پس متد چنبر رو وقتی یاد گرفتیم در گروه جوان، این رو یاد میگیرم که از دوستان چگونه به خودم اضافه میکنم، یعنی خود درونم رو ساکت میکنم و همیشه از دوست میگیرم. هر چیزی که از دوست میگیرم چی میشه؟ من به اضافه 1 میشه. از دومین دوست چیزی میشنوم، من 1 به اضافه 1 میشم، یعنی همیشه به خودم اضافه میکنم. و این به این شکل برای اینکه ادامه پیدا میکنه، شخص از گروه صاحب تجربه های زیادی میشه. پس همیشه میگیم در معنویات وقتی رشد میکنیم عاقل تر میشید، باهوش تر میشید، چون که عقل دیگران رو هم اضافه میکنید. عقلی که از احساس زد میشه، رابطه علت و معلول وجود داره، با ریشه و شاخه. یعنی چیزایی که در زندگی اتفاق میفته ربط میدین، یعنی از بر نمیشه، از هوا نمیاد. حتی اگر واقعا محبت دیگران را برآورده کند و احساس کند که رضایت خودش برایش بد است، باز هم نباید خود را باور کند. در میان کار باید ترس از عاشق شدن به خود وجود داشته باشد. این مهم تا آخر راه این همیشه با ما هست. در معنویات هم مشخص تر میشه. در معنویات کسی که هست این رو باید بر روی خودش کار کنید، که این همیشه باید بفهمه که میتونه بیفته و سقوط کنه. نگران باشه باید. حتی اگر واقعا محبت دیگران را برآورده کند و احساس کند که رضایت خودش برایش است، باز هم نباید خود را باور کند. در میان کار باید ترس از عاشق شدن به خود وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگرچه انسان با لذت‌های کوچک برای احسان کردن کار می‌کند و حاضر است از آنها دست بکشد، اما در ترس از لذت‌های بزرگ زندگی می‌کند که لذت بیشتر از آن که به دریافت عادت دارد داده می‌شود. به این ترس می‌گویند و دریچه‌ای برای دریافت نور ایمان است که الهام تقدس شخینا نامیده می‌شود. چنان که در توضیح سلوام آمده است، میزان ترس میزان ایمان است. پس شخص همیشه باید بدونه که در راه یکی هر لحظه میتونه سقوط کنه. این شخص رو همیشه آماده میکنه، آماده باش میکنه که چارچوبش رو محافظه کنه، کارش رو همیشه تحت نظر داشته باشه. و ترس چیزی که آدم رو زنده نگه میداره. پس در درون هر کاری باید باشه به شکلی که میگم. در معنویات وقتی رشد میکنیم این مشخص تر دیده میشه. شخص چون که همیشه در فکر اینه که آیا من اشتباه نکنم به این شکل. اگه به این شکل نباشه، تا وقتی که اهمیت دوستان باشه، آدم های زیادی در میاد.
آدمای زیادی شناختم که اومدن و رفتن. Alıp giden de çok. Güneybaruk'ta da من birkaç وقتی tane adam var. بینیباروخ Orada زندگی yaşayan. میکردم اونجا بودم. Sen میگفتم که gittin چی mi? میشه؟ چگونه میشه این اتفاق میفته؟ شخص Gerçekten çok ترس değerli رو bir از şey. دست میده چون که Hayatımızın bir manası زندگیمون olduğunu. معنایی داره و این Özgürlüğümüzün رو به دست önemini. نیاوردن برای ما Yaşamımızın مشکل ایجاد heyecanını. میکنه، این رو از دست Sadece میده. hayatın manasını یعنی edinememek bir اگه problem. نتونه هدف زندگی رو به دست بیاره مشکل Büyük دیگه، problem. تنها Büyük مشکل. problem. پس İsteyen شخص kişi این چیزها رو farkında اگه به یاد olmazsa نداشته باشه، hayatı hiçbir فراموش değeri کنه، yoktur. به زندگی دنیوی برمیگرده. و Ve پستیمون هم bayağılığımızda همیشه zaman دوستان geçiyor. بزرگتر و بیشتر میشه. O yüzden bayağılığımızda و zaman برای اینکه geçirmek این به این için شکل میشه، همیشه باید biraz uyanık یکم olmamız lazım. بیدار باشیم. Kaldırabileceğimden biraz daha fazla اگه hazırlıklı لذت olmazsam زیاد جلوم hayatımda بندازه، ne که yaparım چی کار کنم؟ diyeceğim اگه یه لحظه yemliyor yani. لذت انداخت جلوم، Var öyle anları. چی کار باید بکنم؟ باید در فکر این هم باشیم. O پس شخص yüzden باید kişinin همیشه yanında olmalı. بیدار باشه، آماده باشه به اینجور چیزا. Bu nedenle unutmamalıyız ki yerden بنابراین bakmak ما نباید istemek فراموش کنیم که yeniden اصل yaşamak دوست خودت را مثل دوست bilmek بدار باید istemek تحقق geri یابد. getirilmek زیرا خالق دستور میدهد که Kabalistaki ve محبت Rambaki دوستان yaralamayı مقید bu باشید. emriyorum. و Daha کابالیستا hiçbir کیوا şeyden فقط این Kiva میتوا را که Kiva توسط mı atmıyor? به راب آکیوا به چیز Akiva o دیگری zaman en büyük adam. İkinci tapınak چیزی yıkıcısı. نگفته. İsrailoğulların به hepsini o بعد از yaratıyor. Kendisi Yahudi خودشم değil. یهودی نبود، از بیرونه Dışarıdan یهودی bakıyor. نبود خودشم. به همه معنویات رو اون Kabalist. یاد داد، ولی کابالیسته. Kabalist. Yani ailevi یعنی olarak değil. به صورت Rambam değil. خانوادگی، یعنی Dışarıdan bakıyor. یهودی اینا نیست، Ama ولی نسلinin yaratıcısı. بزرگترین نسلشه. و اون یاد میده به همه Herkes diyor ki و sadece به همه tek میگه şey که var. فقط یک کار داریم انجام Dost بدیم، اون هم olması. دوست داشتن دوستانه. Gerisi بقیهش tamamen دیتیل، hikaye. جزئیات، Tamamen به شکلی hikaye. که اینجا میگه. اون O bu emri kendi menfaati هدف nedeniyle اویی بود ilerleme که emri این nedeniyle میتوار را به ilerleyen قاعده تبدیل gelecek کنه که kişilere بتواند hükmetmek تمام istiyor. میتوت را انجام دهد، نه به نفع خود Çünkü بلکه به kişinin دلیل فرمان başkalarını خالق. istemek denilen bir doğayı به عبارت edinirse دیگر، میتسوات نیازی به گسترش اراده ما برای دریافت ندارد. سادگی بنابراین ما با ایثار انجام her میتسوات şey yapılır. سخاوتمندانه پاداش خواهیم Bunları گرفت. bazen hayvanlara پاداش taklit نخواهیم ediyorlar. گرفت، ببخش. Kimiyle içgüdüsel yaşıyorlar. Kimi Mes ruh tinleri var. hayvanat İnsanlar var. mes Eğer garize insan zen با hayvanlara garize zendegi taklit میکنند. ediyorsa اگه bak انسان hayvanlar سرش ne رو yapar? وارد زندگی حیوان نکنه، حیوان خطا نمیکنه. انسان İnsan همیشه خطا sebepten میکنه. ayrılıyor. O پس yüzden باید kendini خودش رو sağlıklı درست tutamıyor. کنه. O yüzden o yeni پس doğayı وقتی اون طبیعت edinirse جدید رو به دست hatalarının آورد، üzerine اون وقت çıkacağını, doğru bir şekilde hayata یاد میگیری geçeceğini که با زندگی درست biraz رفتار çalışalım کنه. اینجا هم kendilerine. تا Manyak اگه gitmeden وارد başlarsa معنویات هم hayata doğru نشدیم، yaklaşamazlar. رفتارتون نسبت به زندگی عوض میشه. Çünkü چون که doğru یاد analiz میگیریم اینجا yapmayı که آنالیز درست انجام yani بدیم که در hayatta iyi زندگی چه yapmayı ارزش bilmek انجام رو doğru داره چی yapmayı نداره. bilmez. Doğru analiz آنالیز درست در yapmayı مورد زندگی مینه. Tamam, bu yüzden این proje شبیه به yapıyoruz. یک پروژه هست. Hayatımızı زندگی رو proje مثل یک gibi پروژه düşünüyoruz. فکر کن. Tamam. وقتی Projeye شروع به ulaştığımız پروژه zaman میکنم چی yaptığımız کار میکنم؟ elde etmek یک istediğimiz هدفیه که میخوام sonuçlar بهش projemiz برسم var. و Proje پروژه zamanla زمان ilerleyecek. باید داşته Bizim باشه، نمیتونیم sonuçlara تا آخرین رو ulaşamayacağız انجام بدیم. sonuçta. Bir اگه gemideyiz. بخوایم انجام بدیم یک Bunun زمانی bir داره، zamanı یعنی da var. کاری که Bunun باید için انجام بدیم silsile bir işlem سلسله var. مراتب کارهایی Adam هست. için de hayat bir proje. پس شخص O yüzden kişi hayatını bir زندگیش رو proje مثل olarak پروژه باید ببینه. یک edinirse هدفیه که میخوام به دست بیارم و doğru برای این هدف zaman کارهایی هست başlarsa که باید انجام بدم و yani طبیعتا dolayısıyla اینها رو hayatta باید hayat تاک تاک yapmalıyız. تاک انجام بدم و نمیتونم بشینم و منتظر باشم. Diğer bir عبارت deyişle دیگر، hayatın ağırlığı altında میتسوتها نیازی به گسترش emsiyatı اراده ما برای دریافت ندارد. emirleri yerine getirerek بنابراین ما با emirlerin انجام فرامین hükmünü سخاوتمندانه emirlerin پاداش tersine نخواهیم çevirmeyi گرفت. kendi برعکس با انجام kendimize میتسوت sevmemizi به ما işaret edebilme, به پاداشی دست خواهیم başkalarını یافت که sevmeye بتونه erişme وانیم عشق به خود را از yani بین ببریم و به عشق kişinin دیگران sevmesi و olacak. Yani متقابلا kişinin عشق خالق sevmesi را ödülü, بهش ödülü دست یابیم. söylediğim şey. یکم پیش Bu گفتیم ifade که sizi باید به حالتی برسیم که بی منفعت باشیم، از یعنی دنبال منفعت چیزی نباشیم. başkalarını sevmek دوست ve داشتن دیگران یعنی به من düşünüyorum. فکر منفعت خودم نیستم. Kişi
karşısındaki kişinin menfaati bu iş pek menfaatli gözükmese ببینید de duymak شاید istemez به گوش عجیب بیاد که یعنی منفعتمون اینه که منفعت نداشته باشیم. وقتی اگویستی میشنوی به این شکله. ولی کل چیزایی که گفتم رو فکر کنیم دوستان. زندگی ما الان برای منفعت خودمون وقتی زندگی میکنیم یک تاریکی داخل تاریکی نیستیم. در غیر این صورت اینجا چه کار میکنیم؟ ما از اول تا آخر زندگیمون همیشه به شکلی زندگی کردیم که کارهایی که میخواستیم انجام بدیم. همیشه زندگی من، لذت من، زندگی من. جوان بودید گفتید دیگه ماما این زندگی منه مثلا. زندگیمون به این شکل بود. زندگی من. چی شد؟ در نتیجه چهارشنبه ساعت 8:30 اومدیم اینجا یاد میگیریم اینا رو. نقطه که رسیدیم اینه. قسمت سرنوشت. در نتیجه چیزی که باید به دست بیاریم اینه. ولی خواهید دید که در زمان کوتاهی اگه در میان دوستان یکم رابطه پیدا کنیم در میانمون یک آرامشی وجود داره. افت و خیز داره البته که چون اصلاح آدم راهشه. 612 فرمان میگه یعنی افت و خیز داریم، یعنی مشکلات زیادی وجود داره. یعنی ولی لحظه های اتفاق میافته که گروه وقتی در یک جریانه یک با یک موج میره در میانمون یک آرامش وجود داره. این رو احساس خواهیم کرد نسبت به تمام افت و خیزها و به همراه افت و خیزها. اگه این رو احساس کنیم که اگه رسیدید احساس میکنید، اون وقت احساس میکنید که خدا در میان ماست و اون افت و خیزها شبیه به موجهای دریا هستند. بالا میریم، پایین میان، ولی یک آهنگی داره، ریتمی داره. اگه طوفان هم باشه روش یک زیبایی داره. همش به این شکل احساس میکنیم. به شکل دیگر alma arzumuzu genişletmesi gerekmiyor. Yani emirleri yerine getirerek cömertçe ödüllendirilmeyeceğiz. Alma arzumuzla yani yani میگه که با خواست گرفتن پاداش نمیگیریم. برعکس با انجام دادن به میتسوت ها عشق خود رو ابطال میکنیم و از عشق انسان به عشق خدا میرسیم و این چیزیه که انسان رو آزاد میکنه. شخص از خودش رو جدا کرد، یعنی شخص اگه خودش رو از خودش جدا کنه، رها کنه، آزاد میشه. در غیر این صورت هر روز مثل برده دنبال آرزوها میدویم، یعنی برده بدن هستیم ما اگه نگاه کنی. پس به خاطر این دیوونه میشیم. میگه داستان بردگی در مصر اینو میگه. شخص هر چقدر بیشتر برده خواست گرفتنش باشه و ببینه که اونم بکن، اینم دنبالش برو، اینم حل کن، اونم حل کن، عمرش گذشته. اکنون میتونیم بفهمیم که اجداد ما وسامتم آن را قرار دهید چه گفته. این از کلمه سام اکسیر همچنین قرار دادن میآید. اگر احسان شود اکسیر، اکسیر حیات، اگر احسان نشود اکسیر مرگ است. اگه معنویات رو به دست بیاریم زندگی میکنیم، یعنی دوست داشتن دیگران اگه با هم انجام بدیم اون وقت زندگی رو احساس میکنیم که داریم زندگی میکنیم. اگه نتونیم از عشق خود بیرون بیایم به شکلی که میبینید انسان ها جایی که میرن فقط و فقط افسردگی، مواد مخدر، خودکشی ها و غیره و غیره و جنگ ها. شدت در خانواده، نمیدونم، انسان جای دیگه نداره که بتونه بره. احسان نشد به این معنی که انسان برای افزایش عشق به خود به تورا و میتسوت میچسبد تا در ازای کار خود ملکی به دست بیارد. اگر احسان شود عشق به خود منتفی میشود و به دنبال دریافت ثواب است که همان قدرت دوست داشتن دیگران است. با این کار خالق به عشق خود میرسد. تنها آرزویش رضایت به خالق است. یعنی هر چیزی که برای منه چشم پوشی میکنم ازش و همه چیز رو فقط برای احسان کردن انجام میدم. این به این معنی نه
که شخص زندگی دنیویش رو بیرون بندازه، نه زندگیمون زندگی عادیه، جامعه چگونه زندگی میکنه ما هم شبیه اونها. ولی بر روی این معنویات رو اضافه می کنیم. زندگی دنیوی رو لازم نیست بیرون بندازین، همه به شکلی که هست بمونه. ثروتمند ثروتمنده، فقیر اگه بخواد میخواد ثروتمند بشه ثروتمند بشه، فقیر هم مشکلی نیست در اینجور چیزا اصلا. بر روی این معنویات کار می کنیم. در قلبم معنویات باید مهم باشه برام، یعنی مهمترین موضوع برای من در زندگیم باید باشه. چون شخص یک سرنوشتی داره تا یک جای مشخصی. وقتی میگم تا یک جای مشخص، چون اراده انتخاب آزاد آدمای بیرون نداره این رو، اراده آزاد رو، ولی به خاطر این شخص خودش رو چگونه در میان این دو شرایط زد به شکل درست کار میکنه، اون رو باید خودش تصمیم بگیره. همیشه در میان دو نقطه زد، خواست گرفتنم و عمل احسان کردنم، در میان این دو همیشه انتخاب اراده آزاد اونجاست. پس به خاطر این انتخاب اراده آزاد آدمای بیرون ندارن سرنوشت خودشون رو زندگی میکنن، کاری نمیشه کرد، چون که خواست گرفتن یک نرم افزاره، مثل اینکه یک نرم افزاره و نرم افزار اگه کار کنه آدم انتخاب اراده آزاد نداره که. پس شما انتخاب اراده آزاد دارید شما. سوالی هست؟ سوال. خط چپ و راست رو چگونه بفهمیم؟ فعلا خطی نداریم که مسیر نداریم، کلام باید در فکر این باید باشم که گروه رو انتخاب کنم، چیز دیگه نه. کدوم خط چپ خط راست؟ فعلا نمیدونیم زندگیمون کجاست، چی هستم، چی کار میکنم، اینا رو نمیدونیم فعلا. سوال. اگه به هم دیگه مجبوریم که همدیگر رو جلوی دیگران ابطال کنیم خودمون رو، و این خوب نیست که در گروه مشکلی نباشه. این سوال خوبیه، خیلی خوب. اگه من همیشه نسبت به دوست داشتن عمل نشون بدم و به این شکل رفتار کنم، چیزی که با به بیرون بیاد در درون عشقی که نسبت به خودم دارم باید باش بجنگم درون خودم. اگه میخوام دیگران رو دوست داشته باشم، به اونها فایده داشته باشم، باید بگم که یه ثانیه، چی شد؟ آیا این مشکل نیست؟ مشکل دیگه. و یکی نیست، دو نیست، سه نیست. بعدم میگی که این آدما کل زندگیمون رو میخوان. اگه با ما چند سال ادامه بدی، میبینی که کل زندگیت رو میخوان ازت. چگونه خودت رو به مطابقت میخوای برسونی؟ این مشکل بزرگی. به این خاطر اینها رو با کار درونی باید حلش کنم، ارزیابی کنم. در اصل مشکلات همشون قسمتی از کار درونی شخصه. کار درونی برای اینکه درش ضعیف هستیم به بیرون میاد. اگه کسی که گروهی بودیم که کار درونیش قوی بود، متفاوت بود همه چیزمون، اون وقت مثل الماس بودیم، مثل اون جواهرای روی تاج. الان مثل بچه های کوچک هستیم، مثل مدرسه ابتدایی، مهد کودک. ولی کار اصلی کار درونی شخص، شخص در درونش انجام میده. چیزی که باید به دست بیاریم تا آخر اصلاح میتونیم بگذاریم بره. نه نمیتونی. ببین اگه به زندگی نگاه کنی، به زندگی نگاه کن، به من اعتماد نکن، به زندگی نگاه کن، ببین خودت. از زندگی چیزایی که میبینی به اونها نگاه کن. هر چقدر چیزی رو عقب بندازی، اون همه بیشتر مجبوری که تلافی کنی. به زندگی منطقی نگاه کنید. اگه مجبورم کاری انجام بدم
یعنی عقب انداختن این چقدر میتونه به من فایده داشته باشه؟ فایده ای نداره که، برعکس ضرر داره این. چرا؟ چون که به مرگ نزدیک میشم و روز به روز به مرگ نزدیک میشم و معلوم نیست که کی میخوام بمیرم. درسته؟ پس چی میگی؟ من اگه جای شما بودم منتظر چیزی نمیموند. سوال، یه چیزی بگی. زندگی یا برای خودت یا برای احسان کردن؟ حالا بگیم که احسان کردن نخواستی، چون که ضد طبیعت ماست. اون وقت برو ته خواست گرفتن رو ببین، بعد فهمیدی منظورم رو. هر چی میخوای برو تهش رو ببین و بعد تصمیم بگیر. اون وقت میتونی به فهم بیای. میگی که هر کاری که میخواستم رو انجام بدم، ولی الان در دستم چی هست؟ شخص باید بتونه حساب کنه، حساب کتاب باید بکنه شخص بتونه. یعنی آدم نسبت به زندگی کارهایی که انجام میده میگه که اینا رو انجام دادم، میخواستم اینا رو به دست بیارم، در دستم چی هست؟ اگه حساب کتاب نکنید نمیتونید خوب بفهمید. و زندگی هم یک ریاضیه، هم کل سیستم مثل ریاضیه. حساب کتابه، باید درست حساب کتاب رو یاد بگیریم. به این شکل زندگی میکنم، در دست چی دارم؟ معلومه که کل انسان ها، فقط تو نه، کل انسان ها لازمه که استراتژیمون رو تغییر بدیم. به اون نقطه رسیدیم، یعنی کل انسان. سوال، خواست گرفتن برای خود رو اگه ابطال کنیم، از خدا برای دوستان میگیریم؟ از خدا چیزی نمیگیریم فعلا اون وقت، ولی وقتی خواست گرفتن خودم رو ابطال کردم، به دیگران نزدیکیم بیشتر میشه. احساس کردن اونها، اینکه به خودم نزدیک کنم بیشتر میشه. این احساس خوبی میده به شخص وقتی احساس کنه که به دیگران نزدیکه. فعلا چیزی نمیگیریم ما. ادامه، سقوط اگه به کل تأثیر داره، وقتی سقوط کردیم باز کردن قلب به گروه خوبه. شخص، آره، همیشه روحیه خوبی دادم به دوستان و صمیمیت نشون دادم به دوستان و انعکاس این به گروه خیلی مهم. این مسئولیت بزرگی، اگه این رو انجام بدید کارتون خوب پیشرفتتون خوب میشه. اگه همه به هم فکر کنه که چگونه میتونیم با هم دوست خوبی باشیم، یعنی با این انسان باید چگونه صحبت کنم که راحت بگیره دلش، که به من واقعا بتونه اعتماد کنه، مثل برادر یا خواهرم. به این باید چگونه رفتار کنم که احساس کنه که دوستش دارم، که به او اعتماد دارم، اون به من میتونه اعتماد داشته باشه. اگه به این شکلی فکر کنیم و انجام بدیم، اون وقت میبینید که اگو رو پسیو کردن، اگو چیز سختی هم نیست و همیشه با فکر کردن به دیگران، رفتار کردن، سرعت پیشرفت ما رو بیشتر میکنه. یعنی پیشرفتمون سرعتش بیشتر میشه. مشکل، شاید نمیدونم، مشکلمون اینه که چیزایی که میگیم و کابالستان نوشته انجام نمیدیم. انشالله که شما انجام میدید وقتی اومدید. چون هر کدام واقعا به هم تأثیر دارید، به شکلی که در خانواده هست. فکر کن یک خانواده پر جمعیت داریم. قدیما پر جمعیت بود دیگه، 7-8 نفر مثلا بگیم، که 7-8 نفر. مشکل یکی مشکل همه بود اون وقت. پس هر کسی خوشحالیش به همه بستگی داره، ناراحتی هر کسی هم به ناراحتی دیگران بستگی داره. پس وقتی با هم دوست خوب باشیم، همه باید چیزی که بفهمیم اینه که برای خود هممون خوبه. یعنی سوال، در گروه اینترنت قطع شد. سوال، رفتارمون اگه دوست با ما هست، در مورد کار دیگران قضاوت نمی کنی به هیچ کسی. چراش هم بگه،
الان بعضی وقت آدمایی میشن نمیشه. که میاد یعنی گلیو میخواد کار کنه، ولی مثل دیگران بعضی وقتا خیلی با سرعت پیشرفت میکنن، بعضی وقتا یکم ضعیفن، بعضی وقتا منتظرن. این رب به خود شخص داره و نمیتونیم قضاوت کنیم. ما قضاوت نمی کنیم هیچ کس رو، همیشه با عشق رفتار میکنیم. چرا؟ چون که حال دنیوی اون آدم رو نمیدونیم. شاید بیمار داره، نمیدونم چه بدونم، همه یک مشکلی داره دیگه در زندگی. به خاطر این همیشه رفتارمون باید خوب باشه. مثالی که روز گذشته دادم، دوستی که از گروه جدا شده و با ما کار کرده، نه دوست نداشت و یا زندگی اون رو به طرف دیگه ای برد، ازش نپرسیدم، از در اومد، همه بغلش کردیم، از هیچ کس رفتار بد ندید، همه گفتن که خوشحال شدیم تو رو دیدیم و غیره و غیره. چون انسان هر کی میخواد باشه در آینده هم خواهیم دید. به همه باید به این شکل رفتار کنیم. کل انسان ها هم میبینن که باید همدیگر رو دوست داشته باشن. گروه این رو اگه به شکل منطقی انجام بده و برای اینکه ببینید این میتونه اتفاق بیفته، برای این خوبه. رفتیم کنگره لخایم، گفتیم با دوستان با همدیگه لخایم برداشتند، یعنی به سلامتی گروه ترکیه، بگیم که یعنی گفتن که این گروه ترکیه یعنی مثال اینه که این کار رو میتونیم انجام بدیم. از طرفی گروه رو فشار میارم، از طرفی هم پتانسیلش رو داریم. به خاطر این با خوب و بد، یعنی از بیرون چگونه دیده میشه، یعنی چگونه قدرت میدیم به گروه، اینا مهمه که دوستای دیگر رو به کار میبنده. آدم ها کلن اون ور دنیا هستن، حتی آدمایی که در بنی باروخ هستن. یکی از دوستان گفت این گروه مثال اینه که این گروه میتونه این کار رو انجام بده، یعنی موفق میشه. پس گروه مثل یک آدم کوچک هست، مینی انسان، قوی هم داره، ضعیف هم داره، عاقل هم داره، احمق هم داره، ولی هر کسی در یک جا هست. ولی هیچ کس کسی رو قضاوت نمی کنه، چون که همه رو خدا آفریده، مگه نه؟ اونم اینه. پس اگه همه رو خدا آفریده، چیزی نیست برای شکایت. و به این شکل همیشه عشق این رو به جا بیاریم، کل گناهان رو فقط با عشق میتونیم بپوشونیم، با چیز دیگه ای نه. قضاوت قضاوت میاره، عشق عشق میاره. پس به چی اضافه باید بکنیم؟ باید بر روش خوب فکر کنیم. همیشه سعی کنیم که نمونه خوبی باشیم به دیگران، کافیه. سوال: دوست به فکر خودش نباشه، من به فکر دوست باشم. یعنی رشموت های مشترک احساس میکنیم، میتونیم فکر کنیم که در یک رشموت پارسوف هستیم. این برای یعنی تلاش میکنید که به هم نشون بدید که همدیگر رو میخواید دوست داشته باشید. فعلا رشیموت پارسوف اینا وجود نداره. رشیموت یعنی شرایطی که مشخص افشا شده، حساسیت دارم، مستقیم میزنم به هدف. یعنی شرایطی که افشا شده اونجا، فکرم اونجاست، تمرکزم اونجاست. با دوست حرفمون شد و گفتیم که یک مشکلی پیش اومد، در اونجا خونسا شدن، و برای اینکه هدف رو به هم بیاد بیاریم باید چیکار کنیم در این شرایط؟ در میان دوستان میتونه اتفاق بیفته اینطور چیزها. فعلا به گروه کمک به دوستان سر میزنی و میگی که ما یک خطایی کردیم،
چوچکترین بابایا گیتمه مثل اینکه بچه ها میرن پیش پدرشون. در آنادولو میانشون یولاندا چیزی چه اتفاق اولاید میفته و önceden قبلا danışmaları gerekirdi. باید Belki میگفتن، ولی kızlar یکم منتظر sonra میمونن işler iyice و bina کارها olacak. بزرگتر میشه، مشکلات بزرگ میشه، پیچیده Onlar میشه و sorun çıkacak. نمیتونن حلش کنن. O noktaya getirme. نباید به اون نقطه برسونیم کار رو. Dedim ki gel biz birilerini باید yardım بریم edelim. از اونا توصیه بگیریم. در Seni زندگی yardım دنیاوی هم ederim به این dedi. شکل انجام میدیم. Her اگه iki دو شخص نفر نمیتونن yardımcı گیت olsa مشکل رو حل کنن، میرن اونجا üç از kişiden سوم شخص کمک میگیرن. اینجا هم دقیقا به این شکل. dosta گروه destek veriyorlar. کمک به دوستان وجود داره. Oradan kişi evet آدم oradan باید oraya بره doğru اونجا و ve هرکس herkes arkadaşlara sormalı. از Ne دوستان باید yapacağım nasıl بپرسه که yapacağım چطور nasıl کنیم، yapacağım چی کار کنیم، tamam چی ama انجام بدیم. aramızda yaşanan ولی tartışma مشکلاتی هستی که در اینجا میان ما اتفاق هست افتاد فرصتیه برای اینکه عشق رو اتفاق بزرگ درست کنیم. پس به بکنیم خاطر این با چشم بد اونا نمیبینیم. yakışır sen اگه درست yakışır رفتار کنیم yaklaşırsan فرصته. اگه yaptığın güzel اشتباه kişi انجام بده düşer از گروه yani سقوط میکنه و شکایت میکنه arkadaşlıktan ve düşer و میفته از راه. yardım etsek اگه از güzel اوتش بر بیایم حلش کنیم خوبه، tamam ama ولی iki هیچ وقت دو egoist نefر یعنی دو آدم yapamaz egoisti نمیتونن doğada da öyle görüyorum مشکلشون رو حل کنن. benim dedemin babası Osmanlı valisiymiş Cadde من derdi Gazi derdi Osmani demesine بود. lahne çıkar hepsi babama gelir همیشه هر مشکلی babam پیش می اومد düşünür sen şöyle ve sen پیش şöyle اون yapacaksın میرفتن و hepsi اون هم helefer می gibi گفت görünür که اینو باید به این babam شکل öyle görür کنیم. یعنی میرفتن çünkü توصیه yaşıyorum می ben گرفتن bunları ازش. یعنی bildiğim چیکار iyidir کنن؟ o yüzden üçüncü به bir akla gönderiyorum سومین شخص نیاز دارن. dışarıdan olayı değerlendirecek onlar یعنی daha üst bir باید eşiyle کسی باشه که daha geniş از bir دید açıdan görünce وسیع‌تر به قضايا kesinlikle نگاه کنه. yapacak به این شخص نیاز هست. o پس yüzden egoizm برای içinde اینکه در yaşayanlar درون çok daha egoizm rahat زندگی insanlar میکنیم، ben زندگیمون مثل rahat اینکه اون gözle عینک baktığım اسب çok رو daha زدی و نمیبینی açıldığım هیچ فرق رو. zaman dostlar ولی اگه در رابطه rahat دوستان باز gözle بشیم، baktığım اون وقت zaman میبینی açık که olur جریان متفاوت کنه. tamam o yüzden پس çözmeye çalışmayın dosta destek برید grubuna girin پیش hem de دوستان hem de که با شما egoist olmuş geri حل kalanlar کنه. şey kaderim dediniz maneviyat çalışma گفتید که caddesi سوال، ne kadar گفتید gidiyor که yok dedim ya orada özgürlüğün sınırları سرنوشتم çekti معنویاته. maneviyata kişinin نه gelmesi ببین، ilk etapta اول kalıyor سرنوشه sanki چون kalıpta uyanıyor نقطه در sonra قلب bir بیدار arzu ile میشه، gelip شخص geçiyor میاد. اون هم یک آرزو هست. الان şimdi iki دو دل arzunuz değil هستم، در دیلما benim هستم. o پس به yüzden خاطر ikisi de این zaten sizi de iki شما arzuya رو به yakalamak خاطر اینکه دو hatta دل کنم میگم، میگم که ekonomik از طرفی dünyada دنیاویات، از yaşayabilmek طرفی için معنویات. niye چرا anlatıyorum همیشه size این رو bunları میگم؟ sizi dilema koymak için برای اینکه شما رو وارد دیلما کنم. sizde bir dilema yaratmak için چون که eğer iki زندگی koşulu olduğunu میخوام anlamak بگم için که دو شرایط داره و من özgür ve ben arasında bir آدمی zaman وسط هستم، آدمی که در وسط این دو هستم. dilemada اگه olduğunuz در zaman دیلما seçim باشم hakkım var انتخاب میتونم بکنم، در غیر این yoksa صورت burada اتوماتیک değilim کار میکنم. همه چیز hakkım مشخص dilema این. o okey bunu اوکی، این anladım رو ben باید بفهمیم. o yüzden پس size hep dilema به خاطر soruyorum این dilema میگم که taraf دو A طرف ikiye ya این ver ayrılıyor ya اون ver، iki şeyden هیچ ayrılıyor مشخص نیست. به şimdi این şekilde. Merve Sormuş Sonra hocam bu ıslah این ve eğitim اصلاح sadece bireysel ya da ve dostlarla همراه yapılması anlamak دوستان mümkün mü صورتش رو به صورت bireysel فردی ıslah یا با olmasın دوستان میتونیم صورت çünkü işin ببخشیم. merkezinde biri چون olursa تنهایی geride نمیتونی. kalır تنهایی ben شخص de باقی میمونه در جایی که هست. veya ولی اگه başka در bir اطرافم ıslah دیگران وجود داشته yapacağım باشن، kendimi hep اون ekleyip وقت میتونم yapabiliyorum از اونا به خودم چیزی اضافه کنم. اگه ben اضافه kendime ne کنم diyorum ki تجربه ben اضافه میکنم. kendimi یعنی در yaşamda درونم منی Merve'ye که has وجود داره nitelik ویژگی های sadece هست sende که olan متعلق özellikler به من و در دیگران وجود نداره. اون nitelikleri ویژگی ها برای اینکه öğrenmesi بیرون için بیان dışarıdan از etki بیرون باید hayatta öyle چیزی hayatta بشه. mesela birisi sana مثلا belli bir şekilde davranıyor bir در şeyler زندگی sen یکی neden با تو کاری انجام میده یا عصبانی özgürsün میشی یا sizin دوستش hep داری، نمیدونم هر sorumlusunuz چی حالا. این bu چیه؟ hayatın تأثیر sorumlusu زندگی بر روی içinde تو، sana ne چیزایی ifade که به ediyorsa سر تو میاره و تو şimdi aynı چیزایی şekilde maneviyatta احساس da میکنی. yapmamız lazım الان در dostlardan معنویات aldığım تأثیری که از etkiden ve دوستان içimden gelen میگیرم، ویژگی tepkilerden هایی ve که درونم münasebetlerden افشا میشه، sonra ortaya çıkan اونها şeylerden رو sonra باید بررسی کنم. değerlendirmeye başlamam lazım. پس Çünkü یکم benim پیش gözümde گفتیم که yek گروه bir خوب، grup sessiz iç çalışma içinde olan گروهیه که همیشه در کار benim درونیه. için چون bütün همیشه yaptıklarımı چیزهایی که زندگی میکنم، değerlendiriyorum. شرایطی که درش هستم رو بررسی Bugün میکنم. پس dostlar bana دوستان همیشه به من eksik اضافه میکنن. اضافه میکنه derken یعنی ما Merve'yi نمیتونیم değiştiremeyiz. Merve'nin مثلا nitelikleri Merve'de var. EQ عوض Ama کنیم Merve چون ویژگی eksik های خودش رو داره. ولی istersen
عوض کردن یعنی ویژگی هات بیرون میاد و ظرفت بزرگ میشه در فهم، در احساس، احساست بزرگ میشه، فهمت بزرگ میشه. شخص تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده چون ما موجود احساسی هستیم، موجود حسی هستیم، پس از دیگران اطلاعات رو نمیتونم به دست بیارم. اطلاعاتی که به دست بیارم حتی اگه با چیزی که زندگی کردم ربط نتونم بدم اون اطلاعات نیست. اطلاعات یعنی فضیلت که میگه در مقاله، یعنی احساس رو زندگی میکنه، رابطه علت و معلول، همه چیز به جای خود نشسته. در غیر این صورت دانستن یا دانستن اگه بخونی تو هم میدونی، ولی در معنویات از این حرف نمیزنی. پس رشد همه به واسطه دیگران هست. برای انجام کاری باید با دوستان ادغام بشم، برای اونها باید کاری انجام بدم که پیشرفت کنن، باید به درس بیام که به دوستان نشون بدم. مثلا بعد اینجا همه، البته کسایی که میخوان در گروه کار کنن، وارد گروه میشن. الان دوستایی که اینجا هستن مثلا در مرکز آموزشی دوستان هستن، شما رو اینجا میبینن، میگن که واو کار میکنن، همیشه میاد درس، سوال میپرسه. اگه با اینها باشیم خوبه برای پیشرفتمون. چون ما با چیزایی که میبینیم انتخاب میکنیم اطرافمون رو. به خاطر این کم کم میبینم که این در کار جدیه، میتونیم با این بگذرونیم. کار درونی یعنی چی؟ کار درونی یعنی خودم رو نسبت به راه، از چیزایی که زندگی میکنم و از چیزایی که یاد گرفتم، عقل و احساس رو به مطابقت میارم. یعنی کار این از طرفی احساسی هست که زندگی میکنم. احساسات رو اگه مفهوم نتونم بدم بهش چیز خوبی نیست. بدون عقل نمیتونیم پیشرفت کنیم. پس در کار اگه بخوام بزرگ بشم، احساسی که دارم چگونه باهاش رفتار کنم، چگونه بررسی ارزیابی کنم رو از مقاله با چیزایی که یاد گرفتم باید به یک جا بیارم. و کار درونی در نتیجه شخص چیزایی که با اون زندگی میکنه به هدف، به یعنی خودش رو چگونه نسبت به هدف مسیر میده، کار این کاره. سوال: انسان ها برای اینکه به آگاهی بالایی برسند جامعه باید از هم بپاشه. اگه به این شکله، این یک چیز فیزیکیه؟ نه، نمیتونیم به صورت فیزیکی از بین بریم. متاسفانه انسان ها باید تا ابد باشند. اگه یعنی نمیشه زندگی انسان تا آخر آفرینش هست، اتفاقای بعد که رد میشیم ازش، البته که به صورت فیزیکی، ولی از بین نمیره انسان ها. همیشه کسایی هست که باقی میمونند و میمیرند. سوال: ایگویی که به دوستان افشا میشه چگونه میتونم به منفعت دوستان استفاده کنم؟ لازم نیست که این رو کاری انجام بدم یا اشتراک بگذارم ایگوم رو، فقط عشق رو اینجا به اشتراک میگذاریم. سوال: سکونت میتونه مثل کبر فهمیده بشه و یا غرور؟ کبر اگه درست کار کنم، اگه با کبر درست کار کنم، باید احساس کنم که سقوط کردم من. یعنی خودم رو باید کجا درست کنم رو باید به من نشون بده. افشای کبر اینه. سکونت و کبر دو چیز متفاوت هستن. سکونت یعنی بعد درجه اون فهمه، یعنی یک فهمه با جریان و خدا و به شکل درست. اگه در درون کاوس هم باشی مهم نیست، اگه در کاوس هم باشه شخص، هر چیزی که اتفاق میفته درسته و الان چیزی که باید باشه این احساس و رابطه علت و معلول رو میفهمه و با اون امواج میره، با اون جریان میره. به خاطر این دوتاش متفاوتن اصلا. سکونت به این شکل.
Sor. Kenan sormuş dersin. 2023 Dersi altında yaratan گذشته seviyesine gelmek yerden gibi مثل sanki. خدا دوست داشتن Gerçek گفتید. یعنی tanrısının چی؟ bir doğamızın یعنی طبیعتمون yaradanın ihsan ve با sevgi طبیعت عشق doğasına ve احسان aynı کردن خدا olsun. باید یکی باشه. Doğada در formeti طبیعت bozmayan قانون همفرمی وجود داره. دو چیز yani اگه به هم kimyanın فرمی sevgiyi برسن میتونن hissetmeyi همدیگر رو احساس yaratan کنن. اگه sevgiyi. نتونن برسن نمیتونن احساس کنن. پس O yüzden yaratıcı برای اینکه بتونیم sevgi خدا demek رو ki احساس کنیم در sevgi درجه olan sevgi. کوتاه، کوچک Onun رفتار به realiteyi شکلی بررسی که او etmeyen به bir sevgi. آفرینش رفتار میکنه باید به Nasıl اون bir شکل gücü رفتار کنه. sahip اون هم olduğunu ویژگی عشق anlayan و احسان کردنه و فعلا bir نمیدونیم insandır. چیه. Çünkü biz چون که ما kendimiz در değiliz. طبیعت عشق خود زندگی O میکنیم. yüzden پس bunu گروه برای yaratmak ما için bir çalışma یک laboratuvarı olmalı. لابراتواری میشه که باهاش کار میکنیم. Ha. Başka ama hiçbir şekilde realiteyi de başka bir Ve şekilde واقعیت رو هم algılayamayız. نمیتونیم به شکل دیگری احساس کنیم. در Kanunlar قانون diyor ki طبیعت هم به این شکل. Hanzade sormuş doğru Sor. hesap nedir حساب درست vesaire. چیه؟ Baya Doğru çegune hesap باشه؟ ilerledikçe با tabii ki پیشرفت de کردن با kendimizi تجربه motive ها. etmeye başlayacağız. الان O حساب doğru hesabı درست senin için رو sadece برای sen خودت yapabilirsin. فقط تو میتونی انجام بدی. Çünkü چون doğru hesap حساب demek درست یعنی yani در hayatta زندگی ilerlemek نسبت به istediğin çizgi ki şeye میخوام doğru بهش پیشرفت کنم sıçramayı انتخابام رو انجام میدم. از neyden چی ne چقدر؟ kadar? از Ya da چی neyden چقدر neye میتونم taviz vereceğim ya da neyden neyi ne kadar بگذرم vereceğim. veya دنبال چی چقدر Bunlar kişisel میدوم؟ hesaplar. اینها حساب شخصی هست Sende olması gereken که تو sevgi باید olan انجام بدی اینا kişisel رو. hesap. ساعت Saat 9:24. 9:24. موضوعات Alışveriş نامربوط birkaç با soru. ders. Merhaba Her Mustafa. روز Her gün ders sabahtan صبحگاهی çocuklarla eğitim merkezi erkekler grubu var. şirkat Sabah 9 میکنیم ile برای 10 حاضر arasında grup شدن. halinde akşam 30 dakikalık ders آیا halinde میتونیم grup در halinde Zoom olur. آماده بشیم به Bizim در dakika çok. 30 دقیقه؟ 30 دقیقه زیاده. Akşamları bir de herkes aile vakti. Bu sizin متأهلی grup. مجرد تو نه Okay. نیستی İyiyiz. ها Böyle yaptığına göre diyorsun. Aa, tuzun kuru. Arkadaşlar dostum nim akşam yarım saat saat, bir bir saat saat sonra da geceleri kalkacağız. Allah 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 Allah. پس دیگران Kraliçelerle چیکار کنن؟ beraberisin. اگه زن Çok و بچه yaşlı داره çocuk varsa. Hanım sen gelip de ne yaparsın خانومش بگی içeride که نصف ayakta شب چیکار داری ayakta کجا میری چی باید بگی؟ ha. همه رو باید فکر Hanımın کنیم da بهش همه رو. herkesin. پس Bunu حساب iyi hesap. کتابتون درست Güzel sormuş باشه. Hanzade. Nasıl چگونه hesap باید حساب yapacağız? Nasıl کنیم؟ hesap حساب yapacağız? کتاب باید چگونه Dostları باشه؟ hepsinin خوبی iyiliğini کل nasıl دوستان رو به sağlayacağız? شکلی که محافظت کنیم. اون حساب کتاب درست. Tamam. Öyle نباید uçmayacağız. پرواز کنیم. ازدواج Hanım sen کن، çocuk صاحب varsa بچه görürsün. باش، Akşam yarım بعد saat ne demek? میپرسم ازت اون نیم ساعت رو که چطور میتونی اون نیم ساعت رو. سوال. Emir sormuş. Descartes ve Spinoza'nın bazı görüşleri Espinoza Kabala'nın ve suç Kabala bulmasına neden dedim ki olmuş. şebaheti Yunan vücut daره. Spinoza sefaret yazısı diye bir Espinoza yazısı هم var. Yahudi بود. Descartes'i bilmez آیا kim از var? Kabala Kabala تاثیر bir گرفته؟ düşündür. کسی Yunan نیست که insanı تاثیرine گرفته hakikaten باشه از Kabala'yı bilmez. Kabala دوستان. چون که Çünkü دین ها هم Yunanlar از Kabala'yı Kabala felsefe اومدند. yaptım biliyorsun. می گفتم Tüm کل Yunan فلسفه felsefesi. یونان نمیدونم Yani alfa, beta, آلفا، بتا، gama nereden گاما فکر geliyor? میکنید از Alef, کجا beta میاد؟ nereden geliyor? آلف، بت، گیمل کل فلسفه Felsefeleri, کل خداهاشون varoluşları, همش hepsi, همه چیز her şey. به خاطر O این yüzden تمام hepsi اینها از علم کابالا میاد. Kabala'dan geliyor. سوال. Güzel sormuş. جنگ رو چگونه Nasıl میتونم çıkabilirim? ول کنم؟ Bunu dostlarına سعی کن sormaya که çalışıyorum. دوستانت رو دوست داشته باشی. سعی کن Sevmeye که دوستانت رو çalışacağız. دوست داشته باشی. Der Kimse زندگی savaşacak şekilde چیزی olmadı. نمیمونه که به جنگ. Hiç دیگه kimse artık فعلا şu هیچ anda کسی در dünyada قرن bir şey olmadı. 21 یک جا رو İngiliz فتح gidip کنه، اونجا رو orayı نمیدونم نگه kontrol داره. edecek صاحب این kimse. قدرت هم نیست هیچ کس. چون که Çünkü هیچ kimsenin کسی kuvvesi kalmadı onu gördüm. نداره این قدرت. آمریکا Amerika هم öyle. hatta. Ne Ne Amerika'nın Çin ne gücü. Amerika. Şimdi ufacık O Tayvan'ı memiri Çin hem işgal میگه که اون edeceğim diye Tayvan'ı küçülür میخوام işgalle işgal کنه ama نمیتونه. ederse اگه işgal کنه Amerika'nın sadece ben آمریکا Çin'i اگه kontrol بگه edeceğimi که söyler. من مال Çin'i چینی neden alsın? نمیخرم دیگه اون وقت چین رو فراموش کن دیگه. Zaten geriye kalan o BRICS بریکس dedikleri şeyler مونده var. نمیدونم. Hindistan, Çin zaten هندوستان و رقیب چین onlar. هم رقیب هم Rusya, Çin همه. zaten hepsi birbirine اونها rakip onlar. همشون رقیب هم هستند. همشون رقیب Rakip هم با. yok.
به خاطر این از اونجا اتحادیه چیزی نشد، نمیشه، دولت از آمریکا اتحادیه اروپا نمیشد، هم چیزی نشد. آدمان کشینین آدم کندیسیله با خودش هم با مدیریت دنیا هم جنگ سیاسی رو قدرت کنار نیست، بگذاره و چرا باید یعنی زندگی شکست میکنم به این باید فکر کنه، چون که نیست، این پایان نداره دوستان. یعنی یوک میبینیم دیگه از گورز زندگی دایت یوک هر نه چقدر، کادر یعنی چقدر میتونیم به گورز این شکل ادامه بدیم. پس اوکی بشینیم، اوچالیم بهترین یاپاکچاک چیز شی اینه ki birbirimizin همدیگر رو seveceğimizi چگونه düşünelim birbirimizi nasıl öldüreceğiz birbirimize nasıl kıymayı کمک düşünüyoruz کنیم، به این باید فکر کنیم. این hiçbir آخرا sonu yok ته نداره. tamam Yücel سوال neden sormuşsun در مقاله çakallarla ها geçen zahmet altındaki öküz gibi bir گاوی kulağa که fırlatıp بارو eşek حمل gibi می esnetip کنیم geçen eşek ile öküz فرق arasında میان الاغ و گاو چیه؟ bir de یکی anlamı خواسته düşünürsen گرفتن، öküz de اون akıl گاو gibi هم گاوه میش هم یعنی عقل، الاغ یعنی خواسته گرفتن، akılınla یعنی bedenin با عقلت و بدنت کار کرد به این o شکل. şekilde her şeyin هر چی ne شرایط koşul باشه olursa olsun öküz گاو almaya endeksli برای گرفتن، یعنی o yüzden الاغ yükü هم به این taşıyan شکل، öküz دوتاش sağ هم خواسته گرفتن، بر üzerinde روش iyi بار رو yükleyip میگذاری و کارت sağa رو حل indirirsin. کن. Tamam. باشه دوستان، Tekrar 9:30 küçük شد bir özellik. ساعت. از خودتون Telefon مراقبت edip کنید، با ödevinize عشق dikkat بمونید، edin. درس ها رو Dersleri سعی کنید devam که ettirin. Boş تکرار vaktinizde کنید اگه kongre زمانی varsa داشتید da şey yapın. Kongre و dersleri sorun. کنگره ها رو هم مرور کنید Kimin اگه زمان kongresi داشتید. olduğunu با کی öğrenin. کار Kongre میکنید؟ sahibi این kim? آدما Önemli değil. کیان؟ این ارزشی فهمیدن رو داره که بفهمید با Kimin کی دارید کار etkinliğe میکنید. değer. ارزشش رو داره که ببینید و بشناسید. İyi geceler.